منبع ما در این ویدیو این کتابه An Empire of Their Own How the Jews Invented Hollywood نوشته نیل گابلر. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. همینطور که گفتیم نویسنده یک کتاب آقای نیل گابلر هستن که خودشون هم از کارگردانهای هالیوود بودن، ولی در حال حاضر بیشتر به روزنامه نگاری و نویسندگی مشغولن. وقت رو تلف نکنیم و بریم ببینیم که چطور یهودیان مهاجر بیش از 100 سال پیش هالیوود رو به وجود آوردن. تصاویر خاطراتی رو زنده میکنه. در داستان‌های معروف هالیوودی یک تاریخ پنهان وجود داره. مرگ و جنایت. چیزی که مربوط به خاطرات بخش کوچکی از جامعه آمریکا میشه. این گروه کوچک به هیچ عنوان کابوی‌های آمریکایی نیستن. این گروه کوچک یهودیان مهاجر بودن. این ویدیو داستان مؤسسان هالیووده. داستان رویای این مهاجران. رویایی که سالها بعد آمریکای امروز رو به وجود آورد و دلارهای زیادی هم نصیب یهودیان کرد. آمریکای مدرن اولیه نشانه‌های خودش رو بر روی پرده‌های سینماهای هالیوود دید. هالیوود توسط 6 کمپانی فیلمسازی ساخته شد که هر 6 تای اونها در دهه 20 میلادی تأسیس شدند. هالیوود 30 سال تموم توسط گروه کوچکی از یهودیان مهاجر اداره می‌شد. پیشینه این گروه مهاجر بسیار به هم شبیه بود. تمامی این یهودیانی که هالیوود رو تأسیس کردن تنها به فاصله چند کیلومتر از همدیگه زندگی میکردن و زمان تولدشون هم بسیار به هم نزدیک بود. وقتی هم که به آمریکا اومدن منازلی در لس آنجلس خریدن که اونم تنها چند متر از هم فاصله داشت. خیلی ها اعتقاد دارن کلمه American Dream یا رویای آمریکایی برای اولین بار در اروپای شرقی ظهور کرد، نه در خاک آمریکا. مؤسس کمپانی برادران وارنر هری وارنر بود. این فرد به همراه 3 برادرش برای اولین بار صدا رو وارد دنیای سینما کرد. هری وارنر متولد لهستان بود. یکی دیگه از متولدین لهستان ساموئل گولدوین نام داشت. هرچند گولدوین هیچ وقت رئیس هیچ استدیویی نبود، اما بزرگترین و مهمترین تهیه کننده در هالیوود بود. ایشون رئیس کمپانی یونیورسال هستن، آقای کارل لیملی، متولد یک شهر کوچک در آلمان، و ایشون آقای لوی وی میر، مؤسس کمپانی MGM، متولد یک روستای یهودی نشین در روسیه تزاری بودند. ویلیام فاکس مؤسس کمپانی فاکس و آدولف زوکر مؤسس کمپانی پارامونت هر دو متولد مجارستان بودند. کمپانی‌های فاکس و 20th Century بعدها با هم ادغام شدند و کمپانی 20th Century فاکس رو به وجود آوردند. با آقای آدولف زوکر لقب پدر فیلم‌های بلند مدت رو دادند. زوکر در دوران کودکیش در یک روستای یهودی نشین زندگی می‌کرد. قبل از آغاز قرن 20 بیشتر یهودیان شرق اروپا مجبور بودند در روستاهای کوچکی زندگی کنند که به اونها شتلز می‌گفتند. اونا هیچ سرزمین مادری نداشتن و در شرایطی معمولی در خاک روسیه تزاری زندگی می‌کردند. در این روستاها مذهب و زندگی با هم ادغام شده بود. همه اهالی به زبان عبری صحبت می‌کردند. مردم در این روستاها ترانه‌های یهودی می‌خوندن، برای هم داستان تعریف می‌کردند و در خیابون‌ها تئاتر اجرا می‌کردند.
همین کارهای ساده سالهای بعد مسیرشون رو به خاک آمریکا باز کرد. هر چقدر که وضع مالیشون خوب نبود، از لحاظ فرهنگی بسیار غنی بودن. اولین صنعتگران هالیوود اکثرا از اروپای شرقی و مناطقی اومدن که بخشی از امپراتوری روسیه تزاری بود، چون اون منطقه تنها جایی بود که یهودیا میتونستن به صورت قانونی زندگی کنن. زندگیشون هم خیلی ساده بود، در روستاهای فقیری ساکن بودن و جمعیتشون هم به نسبت منطقهشون خیلی زیاد بود. همسایگانشون روستاها و شهرهای مسیحی بودن که اصلاً رابطه خوبی با این یهودیا نداشتن. به همین دلیل گاهی اوقات با هم دیگه درگیر می‌شدن. همین قضیه اقلیت یهودی در خاک روسیه رو بسیار آسیب پذیر کرده بود. بدون هیچ اطلاع قبلی مرگ به سراغ این اقلیت یهود اومد. مردم روسیه اعتقاد داشتن یهودیان افرادی اشغالگر در خاک روسیه هستند و باید این خاک رو ترک کنن. قبل از اینکه قرن جدید فرا برسه، صدها یهودی به قتل رسیدن. خیلی ها اعتقاد دارن این قتل عام که به قتل عام یهودیان در روسیه شهرت داره توسط روستاهای اطراف و مردم معمولی اتفاق افتاد. شاهدان عینی که بعدها به آمریکا رفتن تو مصاحبه‌هاشون اینطور میگفتن که مردانی سوار بر اسب وارد روستا شدن، دروازه روستا رو تخریب کردن و فریاد زنان به جون مردم افتادن. خیلی از افراد روستا رو هم دزدیدن و با خودشون بردن. بعضی از این افراد دوباره برگشتن و بعضی ها هیچ وقت بر نگشتن. در جریان اون حمله هم صدها یهودی در همون روستا کشته شدن. این روستا همون جایی بود که مؤسسان هالیوود ازش ظهور کردن. اصلا به همین دلیل بود که روستا رو ترک کردن و به آمریکا اومدن. این جو وحشت در بسیاری از فیلم‌های هالیوودی منعکس شده. بارها و بارها صحنه‌هایی از فیلم‌های هالیوودی رو دیدیم که سوارکارانی به یک روستا حمله می‌کنن، خونه ها رو آتیش میزنن و مردم رو میکشن. زندگی یهودیان در اواخر قرن 18 در شتل ها پر بود از قتل، تجاوز و کشتار. برای یهودیانی که در شرق اروپا ساکن بودن تنها 3 راه واسه فرار وجود داشت که بتونن به هر حال از این وضعیت وحشتناک خارج بشن. هر دفعه که میومدن یک ذره روی آرامش به خودشون ببینن، مدام از روستای اطراف بهشون حمله میشد، خیلی از اونا رو میکشتن، بعضیشون رو هم میدوسیدن. به هر حال به دنبال راهی میگشتن تا بتونن از این جو وحشتناک فرار کنن. اولین موردش این بود که همون جایی که هستن بمونن و وارد گروهای مارکسیستی و سوسیالیستی بشن. اینجوری عضو گروهای کارگری میشدن و دیگه نژاد و مذهب نقشی در این بین ایفا نمیکرد. گروه بسیار کوچکی از این یهودیان تصمیم گرفتن راه دوم رو انتخاب کنن. اونها به جنبش صهیونیسم پیوستن. هدف این بود که یک کشور یهودی برای خودشون تأسیس کنن. تعداد افرادی که از همون خاک اروپا، از اون روستای کوچیک به جنبش صهیونیسم پیوستن خیلی کم بود. تعداد بسیار بسیار کمی از یهودیان وارد جنبش صهیونیستی شدن و بعد هم خاک اونجا رو ترک کردن و به فلسطین رفتن. اما اکثر یهودیان گزینه سوم رو انتخاب کردن. حدود 2 میلیون یهودی اروپای شرقی را ترک کردند و وارد آمریکا شدند. آمریکا مکانی بود که میتونستن رویاهاشون رو دنبال کنن. وضعیت اقتصادی بهتر از شرق اروپا بود و مهاجران زیادی از سراسر جهان همه سال وارد خاک آمریکا میشد. برای یهودیان این مهاجرت آخرین نقطه‌ای بود که قرار شد بهش پا بذارن. آمریکا مدرن بود و یهودیان دیگه علاقه‌ای به جهان سنتی نداشتند. خودشون زخم خورده همون جهان سنتی بودن. یهودیان مهاجر در مسیر سفر خاطرات تلخ حضورشون در روسیه رو واسه هم دیگه تعریف میکردن. بعدش هم برمیگشتن و به پشت سرشون توف میکردن. یعنی اینکه ما دیگه قرار نیست برگردیم و قرار یک زندگی جدید رو شروع کنیم. گفته میشه برنامه مهاجرت به آمریکا از سالها قبل بین یهودیان شکل گرفته بود. اونا شیفته فرهنگ آمریکا شده بودن و روند آمریکایی شدنشون خیلی سریع بود. اونا مطمئن بودن دیگه قرار نیست به شرق اروپا برگردن. در بین این مهاجران مؤسسان آینده هالیوود حضور داشتن.
اونا با پول و لوازم کمی به آمریکا پا گذاشتن، اما با خودشون سوغاتی آورده بودن که قرار بود آمریکا و جهان رو تغییر بده. مهاجران یهودی ایده های جدیدی داشتن. هالیوود یک رویا بود، رویایی ساخته ذهن یهودیانی که از کابوس فرار کردند. زمانی که یهودیان وارد آمریکا شدند، انتظار داشتن به راحتی بتونن یک محیط کوچیک برای زندگیشون پیدا کنن. اما خیلی زود مشخص شد که در سرزمین جدید باز هم مخالفانی دارن. مخالفانی که حال و حوصله یهودیا رو نداشتن و به چشم شهروند درجه دو بهشون نگاه میکردن. رویایی که یهودیا با خودشون به آمریکا آورده بودن خیلی زود از بین رفت. هیچکس به یهودیا کار نمیداد. رفتاری که در آمریکا با اونا میشد مثل برده‌های سیاه‌پوست بود. در مناطق مرفه اجازه ورود به یهودیا رو نمیدادن. در عوض براشون چیزی شبیه به یک اردوگاه درست کردن. زندگیشون در آمریکا هم فرق چندانی با اروپای شرقی نداشت. ولی خیلی زود همه چیز تغییر کرد. این یهودیان مهاجر به دنبال هر راهی میگشتن تا رویای خودشون رو در خاک آمریکا به حقیقت تبدیل کنن. بسیاری از پیشگامان هالیوود پدرانی داشتند که بیش از حد سنتی بودند و نمیتونستن با دنیای مدرن آمریکا ارتباط برقرار کنن. مؤسسان هالیوود در سنین کودکی و نوجوانی وارد آمریکا شدند و از همون سن کم ناناور خانواده بودند. جدی بودن در زندگی رو از همون دوران کودکی یاد گرفتن. اونا به دنبال آمریکایی میگشتن که فراتر از اردوگاه‌های یهودی باشه. همینطور که گفتیم وضعیت زندگی یهودیان در آمریکا تعریف چندانی نداشت. یهودیان نمیتونستن وارد بانک‌ها بشن. اونا اجازه ادامه تحصیل در خیلی از دانشگاه‌ها رو نداشتن. حتی بعضی از بیمارستان‌های آمریکایی به یهودیان خدمات نمیداد. به طور کلی هر شغلی که آبرومند به حساب میومد برای یهودیان ممنوع بود. پس بالاخره اونا باید در این جامعه جدید یه کاری می‌کردن. یهودی‌ها به دنبال شغل‌هایی رفتن که هم درآمد خوبی داشته باشه، هم خارج از چارچوب سیاست‌های اون روزهای آمریکا باشه. مؤسسان هالیوود خیلی زود تونستن خودشون رو پیدا کنن. اونا خلاق و ریسک‌پذیر بودن. آدولف زوکر یکی از اولین یهودیانی بود که دست به کاری بزرگ زد. اولین صنعتگران سینما تجربه خیلی زیادی در فروش داشتن. همه اونا در سال‌های جوانی یا دست فروش بودن یا در مغازه‌ها کار می‌کردن. زمانی که وارد صنعت سینما شدن، به جنبه مهندسی یا حتی هنری قضیه زیاد توجهی نداشتند، بلکه توجه اصلی اونا به مقوله اقتصادی بود و اینکه چقدر میشه از این صنعت نوظهور پول درآورد. باور کردنی نیست، ولی قبل از جنگ جهانی اول شهر نیویورک قطب سینما در جهان بود، چون اون زمان هنوز هالیوود در لس آنجلس تأسیس نشده بود. البته یهودیان هم هنوز وارد صنعت سینما نشده بودند. سینما هنوز اونقدری روش نکرده بود و خیلی از بیزینسمن‌های آمریکایی اصلا فکرش رو هم نمی‌کردن شاید در این صنعت نوظهور ثروت زیادی وجود داشته باشه. آقای بارنی بالابان که به مدت 30 سال رئیس کمپانی پارامونت بود، در خاطراتش به نکته جالبی اشاره می‌کنه. اون میگه من وقتی بچه بودم و از کنار یک سینما رد شدم، دیدم همه صف بسته بودن. مردمی که تو صف بودن قبل از این که محصول رو دریافت کنن داشتن پول پرداخت میکردن. همون موقع به خودم گفتم این شغل خیلی توش پوله. اون دوران زمانی بود که فیلم ها تصویری از کشور آمریکا رو به جهانیان نشون میدادن. این کار ماحصل تلاش های توماس ادیسون و سایر پیشگامان صنعت سینما بود. اکثر این افراد مسیحیان پروتستان بودند. اونا به فیلم به عنوان یک سرگرمی برای طبقه کارگر نگاه می‌کردند. فیلم‌های اون زمان تصویر سیاهی از یهودیان نشون می‌داد. مثل این فیلم که مثلا دماغ یک یهودی به یک زن آسیب می‌رسونه.
همچنین تصاویر تحقیرآمیزی از سیاه‌پوستان رو داشتیم. هدف سینمای اون زمان این بود که سفیدپوستان آمریکایی رو طبقه برتر جامعه به نمایش بذاره و به سیاه‌پوستان و یهودیان نشون بده که اونا مهاجرن و باید به طبقه سفیدپوست احترام بذارن. الان با همدیگه یکی از فیلم‌های اون زمان رو به عنوان مثال می‌خوایم بررسی کنیم. فیلمی به اسم The Fights of Nations. در ابتدای این فیلم می‌بینیم که یهودیان مهاجر دارن با هم بازی می‌کنن. به یک باره سر و کله پلیس پیدا میشه و بهشون گیر میده. پلیس با یکیشون درگیر میشه. یکی دیگه میاد و پلیس رو جدا میکنه و در نهایت نفر سوم میاد و به پلیس رشوه میده که کاری به رفقاش نداشته باشن. آخرش هم که پلیس داره میره، اون یهودی یه نخ رو میکشه و دوباره پول از جیب پلیس میفته پایین. این فیلم تماماً برای تحقیر یهودیان ساخته شده بود و میخواست نشون بده که جامعهشون با بقیه فرق داره و افراد حقوق باز و دزدی هستن. هم باعث میشن که پلیس به فساد کشیده بشه و هم سر پلیس مملکت رو دارن شیره میمالن. وضعیت برای سیاه‌پوستا بدتر از یهودیا بود. معمولا سیاه‌پوستا رو داخل یک سالن میدیدیم. در نهایت یک دعوای اتفاق میافتاد و همه این سیاه‌پوستا سر یه دختر با هم میجنگیدن. تنها سلاحی هم که داشتن چاقو بود. این وسط ما سفیدپوستایی هم داشتیم که توسط آمریکایی‌ها مورد تمسخر قرار میگرفتن و اونم مهاجران اسکاتلندی بودن. اسکاتلندی ها هم به عنوان شهروند درجه دو شناخته می شدن. فیلم های اسکاتلندی هم با فیلم های جریان اصلی آمریکا فرق داشت. ما مدام اسکاتلندی ها رو می دیدیم که به سبک جنگ های قرون وسطایی دارن همدیگر رو می کشن. و در نهایت فیلم های آمریکایی رو داشتیم، یعنی فیلم هایی که مربوط به سفیدپوستان آمریکا می شد. این فیلم ها به طور کلی با همه فیلم های اون زمان آمریکا فرق داشت. افرادی رو می دیدیم که زیباترین لباس ها رو پوشیدن، به هم احترام می زارن و هیچ جنگی هم با هم دیگه ندارن. در یکی از همین فیلم ها مشاهده می کنیم که در انتهای سکانس اموسام که نماد آمریکاست وارد می شه و همه اقشار دارن بهش احترام می زارن. هیچ خبری از یهودی و سیاه پوست و حتی اسکاتلندی هم نیست. ولی این روند قرار نبود اینطور ادامه پیدا کنه. مهاجران یهودی بسیار باهوش بودند و خیلی از ترفندها رو تازه داشتن یاد می گرفتن. قبل از اینکه یهودیان وارد سینما بشن، پرفروشترین فیلم آمریکایی فیلمی بود به اسم تولد یک ملت. داستانی کاملا نجات پرستانه که گروه کلو کلاکس کلان رو به عنوان قهرمان نشون میداد. گروهی که امروزه در آمریکا هم یک گروه تروریستی شناخته میشه. فیلم نمایشگر ترس آمریکایی های سفیدپوست از ادغام شدن در سایر نژادها بود. این فیلم دقیقاً ارزش های آمریکا در اون دوران رو نشون میداد. تولد یک ملت به طور کاملا عمدی در سینماهای مناطق یهودی نشین برای یهودیان و سایر مهاجران پخش شد. یهودیان به طور جداگونه از هم فیلم‌های کوتاه کمپانی ادیسون رو در سالن‌های خودشون پخش می‌کردن. از این یهودیان میشه به برادران وارنر، آدولف زوکر، گولدوین و لیملی اشاره کنیم. اونها سالوناشون رو ارتقا دادن و شرایط رو برای حضور طبقه متوسط جامعه به سینما فراهم کردن. در این سالونها بود که تجربیات یهودیان به گوش سفیدپوستان آمریکایی رسید. یهودیان تلاش می‌کردن تا سنت‌های خودشون رو وارد جامعه آمریکا کنن. خیلی از این کارها از لحاظ فرهنگی واقعا تاثیرگذار بود. مثلا در نمایش‌های یهودی ما کلی رقص و آواز و موسیقی و هنرهای زیبا داشتیم که تا اون زمان جایگاهی در فرهنگ یا حداقل در سینمای آمریکا نداشت. همزمان تلاش می‌کردن خودشون رو به عنوان یک آمریکایی جا بزنن و دیگه لیبل مهاجر روشون نباشه. البته یه سیاست دیگه‌ای هم داشتن و اونم این بود که وقتی جامعه اونها رو پذیرفت، کم کم فرهنگ خودشون رو وارد جامعه آمریکا کنن. سینما برای این کار بهترین ابزار بود. آدولف زوکر اعتقاد داشت که برای تأثیر گذاشتن روی طبقه متوسط، این تنها سالن‌ها نیستن که باید تغییر کنن، بلکه محتوای فیلم‌ها هم باید تغییر کنه. اونها تصمیم گرفتن یک دفعه ادیسون رو بذارن کنار
و این فیلم رو روی صحنه ببرن. یک فیلم فرانسوی به اسم کوین الیزابت. کم کم تصمیم گرفتن دیگه نه فیلم آمریکایی بیارن و نه فیلم اروپایی. یهودیا تصمیم گرفتن فیلمای خودشون رو بسازن. ادیسون حس کرد که یهودیان دارن از حد خودشون میگذرن. در سال 1908 و برای مقابله با یهودیان، اون سیاست حق پخش رو برای فیلم‌های آمریکایی در نظر گرفت. 7 سال بعد این سیاست ادیسون در دادگاه قضایی شکست خورد. اما در سال 1912 یهودیان برای اینکه از دست ادیسون و آدماش راحت بشن به سمت غرب حرکت کردن. سرزمینی که پر بود از باغ‌های پرتقال، سرزمینی به اسم کالیفرنیا. اینجا بود که اولین موفقیت‌های خودشون رو به دست آوردن. اما چرا کالیفرنیا؟ چرا اونا با هم دیگه یک دفعه رفتن کالیفرنیا؟ نویسنده کتاب اعتقاد داره اون زمان جامعه کالیفرنیا هنوز فرهنگ آمریکایی نگرفته بود. یه جامعه خام بود. با اینکه از حکومت مرکزی فرمان می‌گرفت، اما از لحاظ فرهنگی به هیچ عنوان مثل شهرهای بوستون یا نیویورک یا مثلا شیکاگو نبود. این شهرهایی که اسم بردیم خیلی بین سفیدپوست و مهاجر فرق می‌ذاشتن. زمانی که یهودیان وارد کالیفرنیا شدن، حس کردن اینجا همون جاییه که میتونن رویاهاشون رو بسازن، یعنی همون جامعه‌ای که تو ذهنشون بود رو به وجود بیارن. اونا میتونستن امپراتوری خودشون رو شکل بدن، نه فقط بر روی صفحه نقره‌ای، که حتی در جامعه. این دقیقا همون کاری بود که در سالهای بعد انجام دادن. در سال 1915 کارل لیملی تصمیم گرفت در شمال هالیوود یک زمین بزرگ خریداری کنه و یک کمپانی سینمایی بزنه. کمپانی یونیورسال بدین شکل تأسیس شد. این کمپانی بیشتر شبیه به یک شهرک بود. سکنه داشت، مأمور داشت، کلی امکانات اونجا گذاشتن. هر چیزی که برای ساخت فیلم لازم بود در استودیوی یونیورسال وجود داشت. فضایی هم که فیلم‌ها درش ساخته می‌شد اصلاً شبیه به آمریکای اون دوران نبود، بلکه شبیه به مناطق یهودی نشین در آلمان بود. خیلی‌ها اعتقاد دارن یونیورسال اولین شهرک سینمایی در تاریخ بود. تا سال 1920 سایر یهودیان مثل آدولف زوکر، گولدوین، فاکس و میر به کالیفرنیا رفتن و استدیوهای خودشون رو تأسیس کردن. این یهودیان بسیار پوستکلف بودن و البته طبیعی هم بود. فکر کن از گتو و از دل کشتار در اروپای شرقی زنده بیرون بیای. معلومه که آدمی پوستکلفتی میشی. وارد بیزینسی هم شده بودن که کلن دست آمریکایی‌ها بود و اصلا اجازه نفوذ مهاجران رو نمیدادن. پس در چنین جامعه‌ای فقط مردان زمخت و پوستکلف میتونستن دووم بیارن. از طرف این افراد بسیار هم بی‌رحم بودند. اونا اولین کسانی بودند که از زنها کاملا استفاده‌های ابزاری می‌کردند. گاهی اوقات پیش می‌اومد که یک بازیگر زن اصلا از شرایطش راضی نبود، که چنین چیزی رو در خاطرات بسیاری از بازیگران زن سینمای صامت و کلاسیک می‌تونیم ببینیم. ولی برای یهودی‌ها هیچ چیزی اهمیت نداشت. از اون طرف نکات مثبتی هم داشتن. همینا بودن که سینمای بیروح آمریکا رو رشد دادن. هنر و موسیقی در این نوع سینما به اوج خودش رسیده بود. حالا درست سیاست‌هایی هم در سر داشتن، ولی واقعیت اینه که خودشون هم عاشق سینما بودن. بچگی‌هاشون در روستایی سپری شده بود که تفریحشون نمایش‌های خیابونی و قصه تعریف کردن واسه همدیگه بود. شاید الان پیش خودمون بگیم پس این یهودی‌ها فقط بیزینسمن بودن و تمام جنبه‌های هنری فیلم‌های کلاسیک مربوط به هنرمندان و کارگردان‌ها میشه، که خیلی‌هاشون هم حتماً یهودی نبودن. ولی واقعیت به این سادگی نیست. درسته که هنرمندان خارق‌العاده اون دوران در هالیوود حضور داشتن، ولی خود یهودیانی که مؤسس این استودیوها بودن از لحاظ هنری و قصه‌پردازی دست کمی از نویسندگان هالیوودی نداشتن.
تمام کلماتی که نوشته می شد، تمام صحنه هایی که فیلم برداری می شد، تمام کارگردان ها، بازیگرها، حتی پرسنل خدمات، همه این افراد زیر نظر مدیران یهودی هالیوود بودند. یهودیان هالیوود یک سیستم بزرگ ساختن که همه اینایی که گفتیم تنها بخشی از اون سیستم بزرگ بود. یه نکته جالب دیگه هم بگیم که شاید خیلی‌ها ندونن. تا حالا کلمه رویای آمریکایی رو شنیدید؟ ما اوایل ویدیو این کلمه رو اسم بردیم. American Dream، رویای آمریکایی. رویای آمریکایی یعنی چی؟ رویای آمریکایی معمولاً مربوط به افرادی میشه که در آمریکا حضور ندارن، بلکه از جاهای دیگه میان آمریکا تا به آرزوهاشون برسن. حالا این آرزو میتونه امنیت باشه، میتونه شغل باشه، میتونه ثروت باشه، حتی دموکراسی و نوع حکومت باشه. خیلی از مورخین اعتقاد دارن این کلمه یعنی رویای آمریکایی اصلاً توسط سفیدپوستان آمریکا یا مقامات آمریکا ساخته نشده. ما تا قبل از مهاجرت یهودیان به آمریکا اصلاً چنین کلمه‌ای نداشتیم. این کلمه یعنی American Dream ساخته و پرداخته یهودیان مهاجر به آمریکا بود. زمانی که استدیوها تکمیل شدن، یهودیان هر سال صدها فیلم بلند می ساختن. فیلمایی که نشون میداد آمریکا یک چشمانداز جدید پیدا کرده. چشماندازی متفاوت از اونچه که ادیسون از آمریکا نشون میداد. اونا کلی فکر کردن تا ببینن مردم چه شکل از زندگی رو یک زندگی رویایی میدونن. اونا تلاش کردند که یک زندگی رویایی رو به تصویر بکشن. چیزی که مسلماً با واقعیت جامعه چه در آمریکا چه در هر جای جهان خیلی فرق داشت. تلاش یهودیان برای زنده موندن در فیلم‌هاشون منعکس شده بود. کلی فیلم ساختن که نشون میداد انسان‌های معمولی دارن با مشکلات می‌جنگن و ادامه میدن. برخلاف ادیسون، یهودی ها از طبقه پایین جامعه استقبال می کردن و ارزش های طبقه کارگر رو می ستودن. یهودیان چشمانداز رویایی خودشون رو وارد سینما کردن. اونها آمریکایی رو به تصویر کشیدن که خانواده در اون حرف اول رو می زنه. خودشون در جریان فرار از کشتار خانواده هاشون رو از دست داده بودن. این فیلم ها خانواده آمریکایی رو یک خانواده جدای ناپذیر نشون می داد. جوان‌ها معمولاً نقش‌های اصلی و تأثیرگذار بودند که این هم نمادی از همون یهودیانی بود که به تازگی به آمریکا اومده بودند و قصد داشتن جامعه رو تغییر بدن. آمریکایی که اونا نشون می‌دادن جادویی بود. همه چیز درش مثبت بود. داستان‌ها پایانی خوش داشت. خونه‌ها به همدیگه راه داشت و همسایه‌ها عین اعضای خانواده بودند. خیابونا از تمیزی برق می‌زدن و فروشنده‌ها رفتاری دوستانه داشتند. در این فیلم ها مردم آمریکا همگی مذهبی و اهل کار و تلاش بودند. درسته که از قومیت و طبقات مختلفی بودند، ولی همدیگر رو مثل برادر و خواهر دوست داشتند. یهودیان تصویری از آمریکا ساختند که اگر کسی آمریکا رو ندیده بود، فکر میکرد آمریکای واقعی دقیقاً همین شکلیه. اونا آمریکای ذهن خودشون رو به تصویر کشیدن. آمریکایی که به هیچ عنوان آمریکای واقعی نبود. اما مگه آمریکای واقعی چه شکلی بود که اینقدر با آمریکای هالیوود فرق داشت؟
در آمریکای واقعی مثل خیلی از جاهای دنیا مشکلات اقتصادی وجود داشت و همچنان سفیدپوستان آمریکا نمیتونستن مهاجران رو تحمل کنن. اما این آمریکای رویایی که ساخته بودن به دل مردم نشست و طرفداران زیادی هم پیدا کرد. این حرکت تأثیر عجیبی روی خارجی‌ها گذاشت، یعنی افرادی که در خاک آمریکا نبودن. اونا آمریکا رو از روی فیلم‌های هالیوودی میشناختن. برای مردم آمریکا هم جالب شد و خود آمریکایی‌ها وقتی می‌خواستن خودشون رو معرفی کنن، خودشون رو طبق همین فیلم‌های هالیوودی معرفی می‌کردن. آمریکا از دید مردم جهان تبدیل به یک سرزمین رویایی شده بود که در اصل ساخته و پرداخته یهودیان مهاجر از شرق اروپا بود. در دهه‌های 20 و 30 میلادی سالن‌های سینمایی تبدیل به پرستشگاهی برای یک مذهب نوظهور شدند. این مذهب جدید هالیوود نام داشت. در تمامی فیلم‌ها ارزش‌های یهودی به وضوح دیده می‌شد. سینما در اوج بود و بیش از 75% از جمعیت آمریکا هفته یک بار به سینما می‌رفت. سینما برای ملت آمریکا به چیزی مقدس تبدیل شده بود. به قول جاناتان روزنبام، هالیوود مثل یک پیامبر بود. صفحه نمایش از مخاطبان خیلی بزرگتر بود و بهشون میگفت چی خوبه و چی بده. لقب‌هایی که یهودیان بر روی عوامل هالیوود گذاشته بودند، فرق چندانی با القاب مذهبی در دوران باستان نداشت. بازیگر اسطوره‌ای، کارگردان افسانه‌ای، الهه زیبای سینما و القابی به این شکل. بازیگران تبدیل به خدایان و الهه های این مذهب جدید شده بودند. پس وقتی خدایان جدید ظهور کنند، نمادهای جدید هم روی کار میان. رهبران استودیوها یک مراسم جدید به وجود آوردند. مراسمی به نام اسکار. این ایده توسط آقای میر مطرح شده بود. جایی که یهودیان مهاجر با دادن جایزه به همدیگه از خودشون تشکر می‌کردند. در این حالت اونا دیگه یهودیان مهاجر نبودن، بلکه تبدیل به تهیه کنندگانی آمریکایی شدند. در زندگی شخصی یهودیان هالیوود خودشون رو پیرو فرقه جدیدی میدونستن که خودشون به وجود آورده بودن، یعنی فرقه هالیوود. اونا افراد فقیری بودن که حالا قدرت و نفوذی عجیب داشتن. مهمونی‌های خودشون رو بر روی یادها برگزار می‌کردن. لباس‌های فاخر بر تن داشتن. در خونه‌های زندگی می‌کردن که فقط مرفه‌ترین قشر آمریکا میتونست به اونجا بره. از همسران یهودیشون طلاق گرفتن و با دختران جوان آمریکایی ازدواج کردند. یکی از ایده هایی که خیلی در فیلم های هالیوودی نمایش میدادن، ازدواج بین قومیت های مختلف بود. مثلا یه اروپایی می اومد و با یه آمریکایی ازدواج میکرد. اما چرا یهودیان چنین چیزی رو به تصویر میکشیدن؟ یکیش خب خود مفهوم عشق بود. به هر حال عشق مرز و مذهب نمیشناخت. اما دلیل دومش این بود که اگر یک یهودی با یک دختر سفیدپوست آمریکایی ازدواج میکرد، بیشتر از هر زمان دیگه‌ای توسط جامعه آمریکا پذیرفته میشد. یکی از قشرهایی که فرهنگ آمریکا رو تشکیل دادن، سیاه‌پوستان آمریکایی بودن. این گروه در ابتدای کار به عنوان برده خرید و فروش میشدن. جامعه کوچیک و تحقیر شده خودشون رو داشتن. معمولا زمانی که دور هم جمع میشدن، شعر میخوندن و آهنگ میزدن. همین موسیقی سیاه‌پوستان سالهای بعد فرهنگ و موسیقی آمریکا رو شکل داد. درسته که یهودیان دوست داشتن با دختران سفیدپوست ازدواج کنن، اما وقتی کار به موسیقی می‌کشید، یهودی‌ها می‌رفتن سراغ سیاه‌پوستان.
موسیقی سبک بلوز از این جامعه ظهور کرد. یهودیان تبدیل به نمادی از موسیقی طبقه سیاه‌پوستان شدند. اونا موسیقی سیاه‌پوستان رو می‌گرفتن، روش کار می‌کردن، تغییرش می‌دادن و بعد هم فرهنگ یهودی رو وارد این سبک موسیقی می‌کردن. ابتدای کار در برادوی و بعد هم در فیلم‌های موزیکال هالیوود. این گونه بود که یهودیان سینمای موزیکال رو به وجود آوردن. در نگارش متن آهنگ‌ها تمامی جملات نشون دهنده تفکرات یهودیان مهاجر بود. اما این مهاجران نیاز به یک هویت جدید داشتند. هویتی که نشون بده این یهودیان هم آمریکایی هستند. یهودیان این محتوا رو گرفتن، اما به جای اینکه چنین جملاتی رو در موسیقی‌های یهودی استفاده کنن، در موسیقی سیاه‌پوستان استفاده کردن. ساده‌تر بگیم، در فیلم‌ها نشون می‌دادن که مثلا سیاه‌پوستان مشکلات زیادی دارن و می‌خوان واسه حقشون بجنگن. خب چنین چیزی هم بود، اما در واقعیت این یهودی‌ها بودن که داشتن برای جایگاه خودشون در آمریکا می‌جنگیدن. چهره سیاه‌پوستان ویترینی برای خواسته‌های یهودیان بود. یهودی‌ها از همون ابتدای کار تلاش می‌کردن که یک چهره جدید از جامعه آفریقای آمریکایی رو به نمایش بذارن. فیلم تولد یک ملت به طور علنی نشون میداد که آمریکا از ازدواج بین نژادها وحشت داره. اما در فیلم‌های یهودیان سیاه‌پوست‌ها بسیار به سفیدپوست‌ها نزدیک بودن. یهودیان هالیوود همه تلاششون رو می‌کردن که بخشی از جامعه آمریکا بشن. در فیلم‌هاشون ازدواج‌های غیر نژادی بارها و بارها دیده می‌شد. در فیلم‌های هالیوودی سیاه‌پوستان تبدیل به نمادی از یهودیان شدند که در حال پیدا کردن جایگاهشون در جامعه بودند. چیز خیلی جالبی که در سینمای هالیوود داشت اتفاق می‌افتاد این بود که هر چیزی میتونست نمادی از یک چیز دیگه باشه، البته در سینمای اون زمان. مثلا همین بحث جدا بودن از جامعه. یهودیان خودشونو آوتسایدر یا بیگانه میدونستن. همین مبحث بیگانه بودن تبدیل به یک ژانر در سینمای هالیوود شد. یهودیان بیگانه بودن و شروع به ساخت فیلم در مورد بیگانگان کردن. در این دوران بود که فیلم کینگ کونگ ظهور کرد، موجودی ترسناک که وارد جامعه انسانی میشه و در انتها انسانها باهاش احساس همدردی میکنن. در هالیوود تمامی بیگانگان این ویژگی رو داشتن که تبدیل به انسانها بشن. خود کارل لیملی یک بیگانه بود. صحنه مرگ بسیاری از این بیگانگان شبیه به مرگ یهودیان در اروپای شرقی بود. فیلم‌های کمپانی کولومبیا یه مقدار فرق داشت. بیگانگان در این فیلم‌ها مردهای معمولی بودن. اما آدولف زوکر در کمپانی پارامونت یک سیاست دیگه ای داشت. اون همچنان مخاطبان رو به یک دنیای رویایی می‌برد. جهانی که هیچ ارتباطی با جهان واقعی نداشت. اکثر فیلم‌های هالیوودی یک دنیای لاکچری و پرزرق و برق رو نشون می‌دادن. در این فیلم‌ها صحنه هایی رو می دیدیم که حتی در زندگی ثروتمندترین افراد جهان هم اتفاق نمی افتاد. در زمینه یه ساخت فیلم های موزیکال، هالیوود از هنرمندان برادوی استفاده کرد. این هنرمندا اکثرا سفیدپوست بودند، اما پشت پرده این آثار هنرمندان یهودی قرار داشتند. آهنگ‌ها و متن ترانه‌ها توسط یهودیان نوشته می‌شد و زن سفیدپوست آمریکایی تنها این اثر رو به اجرا در می‌آورد. اکثر ترانه‌های معروف در فیلم‌های کلاسیک ساخته این چهره بود. اروین برلین
یکی دیگه از یهودیان مهاجر که از روسیه به آمریکا اومده بود. این فرد تلاش میکرد تفکرات یهودی رو از طریق موسیقی وارد جامعه آمریکا کنه. درک آقای برلین یعنی درک هدف یهودیان حالی بود. در پشت صحنه اروین برلین متن ترانه ها رو می نوشت. این آقا 60 سال تموم برای هالیوود و آمریکا شعر نوشت. در انتهای این 60 سال فرهنگ آمریکا رو به طور کلی دگرگون کرد. یکی از اشعار معروف این آقا God Bless America نام داره که در جامعه آمریکا تبدیل به سرود ملی غیر رسمی این کشور شده. تمامی آثار این فرد ریشه در فرهنگ یهود در اروپای شرقی داشت. آقای لوی بیمیر نه تنها کریسمس رو جشن می‌گرفت که حتی روز استقلال آمریکا رو به عنوان روز تولدش ثبت کرد. اون بعدها گفت دلیلش این بود که روز واقعی تولدش رو نمی‌دونست. پس تولدش رو 4 جولای جشن گرفت. روز ملی آمریکا. با توجه به تمام کارهایی که انجام دادن، همه چیز نشون میداد که این یهودیان مهاجر دیگه نمیخواستن به عنوان بیگانه بهشون نگاه بشه. اونا ظاهر و حتی درونیاتشون رو تغییر دادن و خودشون رو 0-100 آمریکایی معرفی کردن. حتی گاهی اوقات به ندرت با هم دیگه به زبون عبری صحبت میکردن. همه اینها باعث شده بود که جامعه آمریکا هم با این افراد ارتباط برقرار کنه. اونا هم از این جو اعتمادی که به وجود اومده بود نهایت استفاده رو می‌کردن و تفکراتشون رو بیش از پیش در جامعه پخش می‌کردن. در واقع این یهودیان بودن که یک ملی‌گرایی افراطی آمریکایی در بین مردم این کشور مخصوصاً سفیدپوستای آمریکا به وجود آوردن. اونا دیگه مراسم یهودی رو به جا نمی‌آوردن، بلکه تمامی دور همیاشون مراسم مربوط به مسیحیت بود. از همه جالب‌تر فرزندانشون بود. یهودیان مهاجر بچه هاشون رو هم به مدارس یهودی نفرستادن. بچه های این افراد مستقیم وارد مدارس کاتولیک در آمریکا شدن. هدف این بود که دیگه هیچ کس نفهمه از کجا اومدن و این اصالت یهودی و اروپایی بودن بعد از مرگشون با خودشون خاک بشه و ارتباطی با نسل های آینده نداشته باشه. فرزند آقای هری وارنر در یک مصاحبه گفته بود در سالهای جوونیش بود که تازه فهمید پدرش یهودی بود. اون حتی در مورد فامیلیشون هم تعجب کرد. نمیدونست که این فامیلی از کجا میاد و معنیش چیه. خودش اعتقاد داشت اگر اصالتاً یهودی بودن، پس فامیلی وارنر هم یک فامیلی ساختگیه. حالا اینکه فامیلی واقعیشون چی بود، هیچ وقت معلوم نشد. یکی از چیزهایی که خیلی مشکل ساز بود، اسمهای یهودی بودن. یهودیان هالیوود تلاش میکردن هر چیزی که به یهود ربط داره رو در معرض نمایش قرار ندن. بدین ترتیب اسمها به همین راحتی تغییر کردن. فرهنگی که تا به امروز در جهان هنر خیلی مرسوم شده و اکثر هنرمندا از نامهایی غیر از اسمهای واقعیشون استفاده میکنن. تئودوشیا گودمن تبدیل شد به تیاتر بارو. سوفیا کاسو تبدیل شد به سیلویا سیدنی. استیر دانیلوویچ دمسکی تبدیل شد به کرک داگلس. لی جیکوب تبدیل شد به لئو جکوبی. برنارد استوارتز تبدیل شد به تونی کورتیس. ادوارد ایسکوویتز تبدیل شد به ادی کانتور. ملوین هسنبرگ تبدیل شد به ملوین داگلس. همه یهودی های مهاجر هم دوست نداشتن آمریکایی بشن. خیلی از این یهودی ها دوست نداشتن به هالیوود برن. گروهی از یهودی ها همچنان به تئاترهای عبری علاقه داشتن. اونا دوست نداشتن به عنوان یک آمریکایی شناخته بشن. در اون دوران حدود 50 فیلم غیر هالیوودی به زبان عبری ساخته شد که البته هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفت. این فیلم ها دنیای دروغین هالیوود رو به چالش می‌کشوند و گاهی اوقات به تمسخر جهان لاکچری هالیوود می‌پرداختند.
به طور کلی یهودیانی که نتونستن به هالیوود برن در نیویورک موندن و رو به نمایش‌های عبری آوردن. اونا نه اسمشون رو عوض کردن و نه ادای آمریکایی‌ها رو در آوردن. همونطور که گفتیم یک سری فیلم ها به زبان عبری ساخته می شدن که به طور کاملا مشخص داشتن فرهنگ یهودی رو نشون می دادن. هیچ نیازی به پنهانکاری هم نبود. فیلم کاملا به زبان عبری بود. اما این فیلم ها طرفداران زیادی نداشتن. نوع ساختشون هم با بودجه بسیار کم و به شکل ضعیفی بود. این فیلم ها تفکر سفت و سخت مذهبی داشتن. گاهی اوقات هم پیش می اومد که به جامعه سکولار آمریکا طعنه می زدن. فیلم جاز سینگر محصول کمپانی برادران وارنر یک انقلاب در صنعت سینما بود. در همین فیلم بود که برای اولین بار سینمای صدادار ظهور کرد. هم دیالوگ ها شنیده می شد، هم اولین فیلم موزیکال بود و شخصیت فیلم شعر و آواز می خوند. شخصیت اصلی فیلم یک یهودی بود که باید بین شهرت و سنت یهود یک کدومش رو انتخاب می کرد. بازیگران این فیلم در واقعیت هم یهودی بودند. در ابتدا به نظر میرسه مرد جوان سنت یهود رو انتخاب میکنه. اما چون روند هالیوود چیز دیگه‌ای بود، داستان به اینجا ختم نشد. یک فیلم هالیوودی باید پایانش هم هالیوودی باشه. پدر سنتی در انتهای فیلم از دنیا میره. یهودی جوان با چهره آمریکایی و سیاه‌پوست روی صحنه میره تا نماد نسل جدید یهودیان در آمریکا باشه. در چندین و چند فیلم هالیوودی مشاهده می‌کنیم که دنیای کهنه پدران کنار گذاشته میشه. مادر تلاش می‌کنه شرایط رو کنترل کنه و پسر سرکش به دنبال رویاها و موفقیت‌هاش میره. این روند در جامعه آمریکا تأثیرش رو گذاشته بود. کم کم آمریکا داشت شبیه به همون چیزی میشد که یهودیان براش تجویز کرده بودن. همون چیزی که تهیه کنندگان یهودی در رویاهاشون ساخته بودن. یهودیان مهاجر از اون گذشته ترسناک و فقیرشون خیلی فاصله گرفته بودن. ظرف 20 سال اونا تبدیل به پردرآمدترین افراد در خاک آمریکا شدن. فقط به مدت 10 سال تموم آقای میگر پردرآمدترین مرد در کل دنیا شده بود. شاید در این لحظه بود که اونا احساس کردن دیگه یکی یهودی مهاجر نیستن، بلکه یک شهروند سفیدپوست آمریکایی‌ان که خیلی هم پول دارن. اما روزگار قرار بود جوری رقم بخوره که دوباره خاطرات تلخ اروپا رو براشون زنده کنه. اتفاقاتی در اروپا رخ داد که دیگه یهودیان هالیوود نمیتونستن واقعیتشون رو پنهون کنن. رژیم نازی‌ها در آلمان به روی کار اومد و تاریک‌ترین دوران یهودی‌ها آغاز شد. بعد
بعضی از یهودیان هالیوود نمیتونستن نسبت به این اتفاقات بی تفاوت باشن. در سال 1939 گروهی از ستارگان سینما شهرتشون رو به خطر انداختن و به طور رسمی بیانیه ای علیه هیتلر صادر کردن. کارل لیملی در اون دوران به طور رسمی پست و مقامی در سینما نداشت، اما با این وجود به معترضین پیوست و بیانیه رو امضا کرد. لیملی و هری وارنر با سخنرانی‌های طوفانیشون نظر جهانی رو به سمت یهودیان اروپا معطوف کردند. در همون سال 1939 وارنر یک سخنرانی ضد فاشیسم انجام داد. هدف از این سخنرانی‌های طوفانی این بود که مقامات آمریکا به خودشون بیان و نسبت به اتفاقاتی که داره در اروپا رخ میده بی‌تفاوت نباشن. در همون زمان سفیر سابق بریتانیا آقای جوزف پی کندی به لس آنجلس سفر کرد. اون یه نشست سری با یهودیان هالیوود داشت و ازشون خواست دخالتی در مسائل یهودیان اروپا نداشته باشند. این نکته خیلی عجیب بود، چون به هر حال انگلیس به آلمان نازی دشمن بود، بعدش هم نمیومد آمریکا به اونا کمک کنه، ولی با این وجود دوست نداشت پای یهودیان هالیوود به این جنگ باز بشه. اون به طور صریح به یهودیان هالیوود گفته بود اگر آمریکا با آلمان نازی وارد جنگ شد، شما زیاد علیه نازی‌ها پروپاگاندا نکنید. صحبت‌های آقای کندی تأثیرات خودش رو بعدها گذاشت. از اون طرف واقعا خود یهودی‌ها هم نمیتونستن علیه نازی‌ها فیلم بسازن. یهودیان آمریکا همچنان در اقلیت بودن و همچنان تفکرات ضد یهود در آمریکا هم وجود داشت. مسئله یهودیان اروپا اونقدری برای آمریکایی‌ها اهمیت نداشت. یهودیا برای اینکه نگرانی خودشون رو نسبت به این واقعه نشون بدن، از راه‌های دیگه ای وارد شدن. شخصیت سوپرمن، شخصیتی که در اواخر دهه 30 میلادی توسط دو طراح یهودی خلق شد، اونم درست در دورانی که بسیاری از مردم آمریکا اهمیتی به کشتار یهودیان در اروپا نمی‌دادند. سوپرمن هم یک بیگانه بود، بیگانه‌ای که از سرزمین دیگه‌ای به کره زمین اومد. شخصیت واقعی شبیه به یک مرد عادی در جامعه بود، اما در پشت پرده همون چیزی بود که در اسطوره‌های یهودی می‌دیدیم، یک نجات بخش که قدرتی ماوراءطبیعه داره. این شخصیت تنها کاراکتری بود که تونست بدون پوشاندن چهرهش واقعیت خودش رو پنهون کنه. درست مثل سوپرمن، یهودیان هالیوود هم دوست نداشتن اینقدر صریح واقعیتشون برملا بشه. در نتیجه قبل از آغاز جنگ جهانی دوم تنها دو فیلم ضد نازی ساخته شد. چارلی چاپلین دیکتاتور بزرگ رو ساخت. چاپلین نه یهودی بود و نه آمریکایی. حتی بعضن تفکرات ضد آمریکایی هم داشت. پس هیچ ترسی از یهودیان هالیوود نداشت و طبق قانون اونا عمل نمی کرد. همین کارا برای چاپلین بسیار گرون تموم شد. زمانی که یهودیان اروپا توسط نازی‌ها قتل عام می‌شدند، کمپانی برادران وارنر فیلمی ساخت به اسم Confessions of a Nazi Spy. این فیلم هیچ اشاره‌ای به مسئله یهود یا حتی مسئله ضد یهود نداشت. همه چیز در 7 دسامبر 1941 تغییر کرد. زمانی که ژاپن بندر پرل هاربر در آمریکا رو بمباران کرد. حالا به جای اینکه از هالیوودیا بخوان که سکوت کنن، مقامات آمریکا به رؤسای هالیوود فشار می آوردن که تا میتونید علیه هیتلر و همپیمانانش فیلم بسازید. زمان بسیار مهمی برای یهودیان هالیوود بود. اونا تونسته بودن تو جامعه پذیرفته بشن. حالا جنگ جهانی دوم هم میتونست براشون یه فرصت جدید باشه. جامعه این یهودیان رو قبول کرده بود، ولی هنوز از لحاظ قانونی شهروند درجه دو بودن. اما با فیلم‌هایی که قرار بود در جریان جنگ جهانی دوم بسازن، نه تنها آمریکایی میشدن که تبدیل به نماد وطن پرستی هم میشدن.
چون قرار بود این یهودیان مهاجر برای آمریکایی‌ها فیلم‌هایی در مورد وطن پرستی آمریکایی بسازن. در اون دوران بزرگترین ابزار پروپاگاندا همین فیلم‌های سینمایی بود. سربازها رو قبل از اعزام به سالن‌های سینما می‌بردن و 24 ساعته براشون فیلم پخش می‌کردن. بعد از تماشای این فیلم‌ها بود که سرباز متقاعد می‌شد که برای چی داره میره می‌جنگه. این حرکت سرآغاز یک اتحاد بی سابقه بین هالیوود و واشنگتن بود. برای اولین بار پیام فیلم‌های هالیوودی از طرف دولت آمریکا صادر می‌شد. آمریکا نمیتونست اقلیت مذهبی و قشر فقیر رو به میدون جنگ اعزام کنه. قانون چنین اجازه ای نمیداد، چون آمریکا خودش این افراد رو از جامعه حذف کرده بود. ولی وقتی پای مبارزه با فاشیستا میومد وسط، مسلما قوانین رو باید دور میزدن. در تمامی فیلم‌های اون زمان ما در بین سربازان آمریکایی یک یهودی و یک سیاه‌پوست رو هم می‌دیدیم که در کنار هم در یک سنگر قرار دارن. اما در واقعیت گروه سیاه‌پوستانی که به جنگ اعزام شدن با گردان‌های سفیدپوست فرق داشتن و یهودیان هم هیچ وقت به جبهه اعزام نشدن. پس چنین سکانس‌هایی تنها در سینما وجود داشت، نه در دنیای واقعی. زمانی که 6 میلیون یهودی در اروپا کشته شدن، همکیشانشون در هالیوود در حال ساخت فیلم‌های ملی‌گرایانه برای سفیدپوستان آمریکایی بودن. جک وارنر از صمیم قلب اعتقاد داشت فیلم‌های اون به پیروزی آمریکا در جنگ کمک کرده. اون بارها گفته بود که مواد شیمیایی در صنعت سینما رو برای ساخت سلاح به دولت آمریکا اهدا کرد. ولی باز هم واقعیت چیز دیگری بود. در سالهای بعد اتفاقاتی افتاد که یهودیان هالیوود فهمیدن همچنان شهروند درجه دو هستن و خاک آمریکا هم مثل اروپا برای اونا امن نیست. مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم، مدیران هالیوود سفری به اروپا داشتند. قرار بود از کمپ‌های یهودیان دیدن کنند و از نزدیک ببینند که رژیم نازی‌ها چه جنایاتی رو علیه یهودیان انجام دادن. و خب همینطور که می‌دونید، مدیران کمپانی‌های فیلمسازی همگی یهودی بودن. نکته بسیار عجیب اینجاست. اونا رفتن و این کمپ‌های کشتار رو دیدن. همه پیش خودشون فکر می‌کردن که بعد از این سفر قرار کلی فیلم در مورد جنایات هیتلر ساخته بشه. اما یهودیان هالیوود هیچ اهمیتی به این جنایات نشون ندادن. خیلی فکر میکردن به منظور زنده نگه داشتن این فجایع قرار فیلم‌هایی با محوریت یهود ساخته بشه. اما در کمال ناباوری هیچ فیلمی در این زمینه البته در اون دوران ساخته نشد. در اون دوران تنها دو فیلم در مورد یهودیان ساخته شد. کارگردان‌های هر دو فیلم یهودی نبودن. یکی از اونها فیلمی بود به نام کراس‌فایر. اولین فیلم با موضوع ضد یهود. فیلم دوم جنتلمنز اگریمنت نام داشت که داستان یک روزنامه نگار رو روایت میکرد. فردی که خودش رو یهودی جا زده بود تا بتونه مطالبی در مورد یهود بنویسه. این فیلم هم کارگردانی غیر یهودی داشت. یهودیان هالیوود اصلا نگران این موضوع نبودن. فیلم جنتلمنز اگریمنت خیلی آشکارا داشت سیاست‌های پشت پرده هالیوود رو لو می‌داد. در این فیلم مشاهده می‌کردیم هر کسی که یهودیه به راحتی وارد هالیوود میشه. یک چنین چیزی در خیلی از محافل یهودی هم رخ نمی‌داد. یهودیان برای پذیرفتن سایر یهودیان فیلترهای خاصی داشتن. ولی هالیوود اینجوری نبود. فقط کافی بود یهودی باشی تا در اونجا پذیرفته بشی. از بین بردن مرز بین آمریکایی سفید و یهودی دقیقاً همون چیزی بود که پیشگامان هالیوود به دنبالش می‌گشتند. بسیاری از یهودیان هالیوود از ادغام خون یهودی و خون آمریکایی تمام قد حمایت می‌کردند.
به سبک افراد تندرو، یهودیان اصطلاح خون تمام آمریکایی یا All American Blood رو روی کار آوردن. اونا این حرکت رو بخشی از پروژه ملی‌گرایانه در آمریکا می‌دونستند. در واقع این یهودیان بودن که این شکل از ملی‌گرایی افراطی رو در آمریکا شکل دادن. و البته از اون طرف تلاش کردند تا نژادپرستی در این کشور از بین بره. ولی این کار هم نتونست آمریکا رو تبدیل به خونه اول یهودیان کنه. از دید سیاستمداران واشنگتن این ملی‌گرایی که توسط یهودیان ارائه شده یک ترفند جدید توسط کمونیست‌هاست. درست زمانی که یهودیان هالیوود در اوج موفقیتشون بودن اتفاقی افتاد که رویاهاشون رو به باد فنا داد. علی‌رغم اینکه یهودیان با ثروتشون قادر بودن که دست به هر کاری بزنن، کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس ملقب به هیواک اونها رو به زانو درآورد. با آغاز جنگ سرد، هیواک به کارگردان‌های هالیوود شک کرد. این سازمان حس می‌کرد به دلیل همکاری آمریکا و شوروی در جریان جنگ جهانی دوم ممکنه در هالیوود فیلمایی ساخته شده باشه که از کمونیسم یا شوروی حمایت کرده. اولین افرادی که بازخواست شدن با استعدادترین یهودیان هالیوود بودن. از دید مردم جامعه آمریکا، افرادی که پشت پرده هالیوود بودن افراد باهوشی بودن. از اون طرف خیلی‌ها می‌دونستن فیلمسازای هالیوود یهودیان. جامعه و سیاستمداران آمریکا همینطور این روند رو بردن عقب‌تر. یهودی، مهاجر، اهل شرق اروپا، اهل روسیه و در نهایت کمونیست. همه این موارد خیلی به هم ربط داشتن و ذهنیت اون روزهای مردم آمریکا رو شکل دادن. مردم آمریکا هم درست مثل سیاستمداران این کشور به هالیوود و پشت پرده هالیوود خیلی شک کردن. یکی از رؤسای دادگاه ضد کمونیسم یک مرد ضد یهود به نام جان رنکین بود. اون علناً در دادگاه اینطور گفت: کمونیسم خطرناکترین تأثیر بر روی جهان را دارد. من در مورد کمونیسم لئون تروتسکی سخن میگویم، کسی که ذاتاً از مسیحیان نفرت دارد. در نظر داشته باشید که کمونیسم و مسیحیت نمیتوانند زیر یک سقف زندگی کنند. کمونیسم قدیمی‌تر از مسیحیت است. اینها منفورترین انسان‌ها هستند. همانها بودند که حضرت مسیح را به صلیب کشیدند. منظور ایشون از کمونیسم در واقع یهودیا بودند. به هر حال کارل مارکس که پدر کمونیست‌های جهان بود، اصالت یهودی داشت. همچنین ولادیمیر لنین، رهبر انقلاب کمونیستی شوروی، اون هم از دل یه خانواده یهودی میومد. همه اینها باعث شده بود مقامات آمریکا یهودیان رو به جنبش کمونیستی ربط بدن. در مراحل بعد پیشگامان یهودی هالیوود رو احضار کردند که آمریکایی بودنشون رو به همه اثبات کنن. به درخواست هیواک قرار شد مدیران یهودی هالیوود لیستی از افرادی رو ارائه بدن که ضمن اون میره کمونیست باشن یا با شوروی همکاری داشته باشن. قرار بود هالیوود رو از کمونیست‌ها پاکسازی کنن. سالها قبل این یهودیان در کنار همدیگه سوار بر کشتی شدن تا از یک جو ضد یهود فرار کنن. به آمریکا رسیدن، با همدیگه همکار شدن. اونا تلاش کردن جامعه آمریکا یهودیان رو بپذیره و دیگه در هالیوود هیچ فیلم ضد یهودی ساخته نشه. حالا باید به دولت آمریکا کمک می‌کردن تا سایر یهودیانی که آمریکا رابطه خوبی با اونها نداره از هالیوود حذف بشن. این بار در آمریکا یهودیان مهاجر در مقابل همدیگه قرار گرفتن. تعداد زیادی از بازیگران، کارگردانها و نویسندگان یهودی از هالیوود حذف شدند. این حذف توسط مدیران یهودی صورت گرفته بود. همین حرکت ضربه مهلکی به یهودیان هالیوود وارد کرد. رفته رفته اونها کنترل کمپانی‌هایی که خودشون تأسیس کرده بودن رو از دست دادن. دیگه جامعه فهمیده بود اونها یهودیان مهاجر هستن. سیاست و همچنین مردم آمریکا دیگه این میلیونرهای هالیوودی رو یک آمریکایی سفید پوست نمی‌دونستن.
آقای میر، رئیس کمپانی مترو گلدن میر، در سال 1952 از کمپانی خودش اخراج شد. 5 سال آخر عمرش رو در بیماری و افسردگی گذروند. در دوران تنهایی به کلیسا میرفت و همچنان خودش رو مسیحی معرفی میکرد. اما زمانی که از دنیا رفت، دولت آمریکا جنازش رو در قبرستان یهودیان دفن کرد. مؤسس کمپانی کولومبیا آقای هریکون 1 سال بعد از دنیا رفت. همسر آمریکاییش تا آخرین لحظه در کنارش بود. هری وارنر، مؤسس کمپانی برادران وارنر، در سال 1958 مشاجره خیلی شدیدی با برادرش داشت. بعد از این دعوای خانوادگی، هری وارنر سکته کرد، مدتی بعد هم از دنیا رفت. اون یکی برادر، یعنی جک وارنر، خاک آمریکا رو ترک کرد و روزهای پایانی عمرش رو در فرانسه گذروند. جک وارنر در جریان یک بازی تنیس ضربه شدیدی خورد و در سال 1978 از دنیا رفت. مؤسس کمپانی یونیورسال آقای کارل لیملی اونقدری زنده نموند که جنگ سرد و حتی جنگ جهانی دوم رو ببینه. اون تمام سهمش رو در سال 1936 فروخت و سالهای پایانی عمر رو در کنار نوه‌هاش می‌گذروند. آقای لیملی در سال 1939 از دنیا رفت. اما آدولف زوکر، مؤسس کمپانی پارامونت، اولین یهودی که به هالیوود پا گذاشته بود، این فرد از جامعه آمریکا حذف نشد و تا آخرین لحظه در حال تبلیغ ملی‌گرایی آمریکایی بود. زوکر عمری طولانی داشت و در سال 1976 در سن 103 سالگی از دنیا رفت. یهودیانی که هالیوود رو به وجود آورده بودن همگی از دنیا رفتن. اما تفکراتشون در فیلم‌های هالیوودی زنده موند و همچنان آثاری از دنیای یهودی رو در تمام فیلم‌های هالیوود میشه مشاهده کرد. آمریکای ادیسون به دست ایدئولوژی بیگانگان تسخیر شد. این بار دیگه کمونیسم و یا یهودیت نبود که آمریکایی‌ها رو به وحشت بندازه. این بار خود رویای آمریکایی ترسناک شده بود. آمریکایی که هالیوود برای جهان تعریف کرده بود. همه سال موجودات بیگانه به کره زمین حمله می‌کنن و این ارتش آمریکاست که جهان رو نجات میده. و امن‌ترین جای جهان در تمامی فیلم‌های هالیوودی همچنان آمریکا معرفی میشه. در این فیلم‌ها تلاش برای بقا رو می‌بینیم و همچنان نمادهای یهودی که نشون دهنده قدرت اونها در خاک آمریکاست. فرهنگ هالیوود که اصلا ارتباطی با آمریکا نداشت و ساخته شرق اروپا و یهودیان بود، تبدیل به فرهنگ برتر در جهان شد. فیلم‌هایی که هیچ ارتباطی با دنیای واقعی نداشتند و تماماً جهانی از رویاها رو به تصویر می‌کشیدند.